با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامی ام آقای سعید بهبهانی، این ما در 184 هفته جلسه نقد ادیان در ایران رو تمام کردم که یهودی و زرتشتی و مسیحی و اسلام بود به قول خمینی اسلام عزیز، و الان به جلسه دوم یک سلسله سخنرانی نظری به تاریخ سکونت و مهاجرت مردمان ایران. ببینیم آیا این سرزمین چجوری بوده، از افریقا که انسان‌ها اومدن اینجا مثل یه پلی، هر که به طرف چین رفته از حتما از ایران گذشت، اون مردم هند رفته از اینجا گذشت، اینجا معبر عبور انسان ها بوده، خالی از سکنه نمیتونسته باشه، و بعد مهاجرت های بعدی که در واقع در این مهاجرت هاست که تمدن ساخته میشه، یعنی شهر و دولت شهرها به وجود میاد، ولی اون ساکنان اولیه هرگز به مرحله شهرنشینی و دولت شهر نرسیدن. اما شناخت اونها برای شناخت تاریخ ایران، تاریخ سرزمین ایران لازمه. منم عادتم از تز دکترایم ایران رو از زمینش میشناسم، یعنی از دهات. دهاتی ها فرزندان ایلات و پدران شهرنشینان هستند و اینها یک مثلثی میسازه، ایل و ده و شهر، که برخلاف سیستم یونان که مرکز و حاشیه است، دنیا رو هم همینجور الان به سنت یونانی رومی غربی ها اداره میکنن، حاشیه در جزء بشریت حساب نمیشه و مگر به زور خودشو وارد بکنه، یعنی سهمی در تولید، نسبت تولید جهانی نداره یا خیلی کم داره، ماده اولیه است. به این دلیل دنیا رو سانتر پریفری که مرکز و حاشیه اداره میکنه، در حالی که سیستم ایران، من اینو در عراق پیدا نکردم، عین النهرین، سیستم ایران ایل و ده و شهره، مثلث همزیسته، هر استان ایران، هر منطقه ایران یک ایل اومده به نام اونام نامیده میشن، جز خراسان نیمه ساکن و ساکن شده، دهنشین گشته، مرکز مبادله دهات تبدیل به شهرها شد. این خلاصه تاریخ ماست که تز دکترای منو تشکیل میده، از ایلام تا به اصطلاح 1980 خمینی، یک سال بعد از انقلاب. جزو زیباترین کلماتی که من در عمرم شناختم و شنیدم عبارت انسان جایز الخطا است. باید افسود حق تکرار خطا را نداره. و این جمله برمیگردد به این جمله مشهوری که به بوزرجمهر منصوبه، همه چیز را همگان دانند و همگان از یک مادر نزایند. گویا انوشیروان گفته بود که تو همه چیز میدونی؟ گفته نه، همه چیز را همگان دانند و همگان از یک مادر نزایند. دو تا تصحیح و توضیح کوتاه. در جواب زنده یاد آقای شاهرخ مسکوب، در سخنرانی قبل اسم نبردم ازش، در پاریس، که در آغاز کتابش به نام زبان و هویت ملی هم آورده است، بدون که از من اسم ببره، به ایشون گفتم که پادشاهان ایران جز پهلوی در یه جلسه بود، یا خان نظامی ایل حاکم بودن، دو تا بزرگشو قبل و بعد از اسلام، هخامنشی و سلجوقی، یعنی بزرگترینشونو، یا متکی به ایلات بودن مثل صفویه، شش ایل قزلباش، خودشون مرشدهای اون ایلاتن، خان نظامی ایل حاکم نیستن، اما ایلات سرسپردهشون. ایشون در اعتراض به هخامنشی برآمدن و من دو سلسله جهانگشای قبل از اسلام و بعد از اسلام را چینیم برشون بردم، ایل پارس، تایفه پازارگاد، عشیره هخامنش و
هفته قبل اشاره کردم، گفتم ایل و ایل اوغوز تایفه گنگ عشیره سلجوق، در حالی که در سخنرانی هفته قبل گفتم ایل غوز تایفه گنگ عشیره سلجوق. اینجا یه توضیحی میدم، شاید برای بعضی از مسائلی هم که به تاریخ ایران مربوطه روشنگر باشه. به صورت کامل ایل اوغوز اوغوز درسته، که گاه به صورت مخفف غوز هم میگویند. غزنویان نیز در همین رابطه نامیده شدند که به فرماندهی آلپ تکین، آلپ یعنی آزاد، راد فتا، تکین یعنی امیر، سپه سالار سامانیان در خراسان به قول بیهقی مورخ غزنوی، به سبب سوء سیاست امیر سامانی که میخواست آلپ تکین رو ترور کنه، از ارتش ایلی سامانی بهشون گفت من نمیخوام روی ولی نعمتم شمشیر بکشم، من میرم. چنان انسان عادلی بود، تمام گشون پشتش اومدن. گشونی هم که سامانیان پشتش فرستادن هی اصرار کرد که من از قلمرو سامانی خارج میشم، نمیخوام شمشیر روتون. بالاخره ناچار شد در یه دره قتل عامشون کرد، گفت دست نزنید، اینا اشیاء ولی نعمت منه. خاد نظام الملک به اهانت می نویسه لوچ و بلوچ اومدن بردن. به هر حال بله، سلسله غزنوی رو تأسیس کرد. ایل غوز این رو نبایستی با ایل غوز خلط کرد. ایلاتی که اوغوز هستن مخففش غوز میشه، که غزنویان منصوب به اون، شهر غزنین هم در نسبت و انتساب به همین غزها در افغانستان پایتخت بعدی و اصلی غزنویان بوده، در حالی که اوغوزها گاهن مخففش رو غزها میگن. شاخه بسیار بزرگی از ترکان هستند که لغات ترک محمود کاشغری که در سال سلطنت ملکشاه سلجوقی یعنی 1072 تمام شده بعد از 10 سال اسم میبره. این اوغوزها که ترکان غربی هستن در مقابل چی قرار میگیرن؟ ترکان شرقی یعنی اویغورها که تمدن ترک، فرهنگ ترک به اویغورها مدیونه، گرگزها و کاشغریها که الان چینیها واقعا توحش، هر تمدنی توحش خاص خودشو داره، اون جنبه توحششون اونجا رو شد. سوم ترکان میانی هم که ازبکان میباشن، و چهارم ترکان شمالی هم که کازاخ ها یا قزاخ ها مشهورن، که با به خاطر اینکه با قزاق تزارها که بریگارد قزاق هم رضا شاه جزوش بود قاطی نشه که اونا ایل نبودن، کازاخستان ایله بخش مهمش، بنابراین کازاخ با که من مینامم. یه جوری باید گفت که در هم لغات نرن دیگه و مشخص بشه از نظر علمی. اوغوزها به 3 شاخه تقسیم میشه که به ایران مربوط میشه: ترکان ترکمن، ترکان آذربایجانی که همه ما و ترکیه بقایای ترکان سلجوقی هستیم، و ترکان جدا شده از آذربایجان، ترکیه آذربایجانی، یعنی ترکان ترکیه عثمانی سابق، که این رو در کتاب بهتوه لغته، لغت بزرگ ترک، کاظم قدری که در 1923 تموم شده چاپ استانبول، به خط همین نسخ عربی هم هست، جلد دومش در 1928 به لاتین چاپ شد، به هر حال اونجا می نویسه که ترکیه ما برخواسته از ترکیه آذربایجان است. محقق خیلی بزرگی هم هست. نباید ایلات بزرگ اوغوز را که مخفف آن غوزه با ایلات منفرد، با یک ایل منفرد غوز که سلطان سنجر سلجوقی را در نتیجه سوء سیاست اطرافیانش شکست دادن و مدتی اسیر کردن، میخواستن تسلیم بشن، این هم حاضر بود، اطرافیان گفتن قربان عبرت بکنیم، اونا هم ناچار شدن از مرگ چیز کردن، جنگیدن، سلطان سنجر را شکست دادن، اسیرش کردن.
این دوتا غوز با این غوزها نباید قاطی بشه. بنابراین بهتر همه جا همون اوغوز نامیده بشه نه غوز. توضیح دوم، خطایی بوده برای توضیح مکرانه که بنا با مکرم رابطه نداره، که بنا به خطا یه رایج و معمولی مکران میگیم، شایدم به این دلیل که با مکر قاطی نشه در فارسی. هم گه شهر چون به رضا شاه با یه چیز دیگه قاطی میکرد، کرد نیک شهر. گه در بلوچی یعنی نیک. با تشکر از دوست ارجمند آقای ناصر بلیدهی، توضیح ایل بزرگ بلیدهی هم که در صفحه 284 مردم شناسی ایران هندی فیلد بود، من هفته گذشته صحبت کردم نیفزودم اونو چون نقطه ظریفیه، نه به خاطر دوستم آقای بلیدهی، به خاطر تکمیل مطلب. در این کتاب یکتا که جنبه های راسیستی هم اون موقع در امریکا شدید بوده، در اون کتابم عکساش معلومه ولی از نظر تحقیق یکتاست، دوتا مردم شناسی ایران نداریم. بله، از سه طایفه مکرانی نام میبرند: بلوچ، شیرخانزایی نهرویی و بلیدی. بعد هنری فیلم میافزاید بلیدی ها افتخار میکنند که قدیمترین فامیل یعنی مردمان بلوچستان ایران هستند. ولی عبارت هنری فیلده، قسمت عمده املاک خود را از دست دادن. بله، کتاب مردم شناسی ایران در 1917-1939 نوشته شده و تمام شده که مؤلف شاهد غصب املاک از جمله املاک بلیدهی ها توسط رضا شاه بوده است. تلویحا همینجور گفت که رضا شاه در 1928-1306 سیستان و بلوچستان را برای بار آخر، هر موقع ضعیف می شدن اونا به استقلال می رسیدن و دولت، اولین دولت مستقل هم یکیش در دوره برزخ مغوله در اونجا تشکیل شد. بنت دوست گرامی هم آقای عرض خدمتتون آقای دکتر الان اسمشو خاطرم یاد، بله، چیز کتابی نوشتم به نام دو بنت، حکومت بنت. بله، به هر حال برای تصرف کردم. و چون شهر زابل در سیستان ایران وجود نداشت، رضا شاه رستم شاهنامه را براش میخوندن، پرسیدود و شهر رستم کجاست؟ ده حسین آباد را مبدل به شهر زابل کنونی کردن که رفرانس و ارجاع شاهنامه برای مسکن رستم زابلی در افغانستان نباشه، در ایران، به ایران هم منتقل بشه، که در ویکی‌پدیا هم خطا کردن سر همین، فکر میکنن این زابل واقعا زابل قدیمیه مال رستمه. بلوچ ها ساکنان، گفتم، اصلی سرزمین ایران هستند و برهویی ها یادگار زنده آنها می باشه. هنری فیلد کتاب مردم شناسی که هفته گذشته رفرانساش رو دادم، در فهرست مطالبش صفحات 851 تا 853 و 908 دراویدی و بلیدهی و برهویی رو نگاه کنید. و همطور 83 و 164 میگذره. غیر از بلوچ ها که آثاری از اونا باقیه، ایران ساکنان خیلی زیادی به صورت غارنشین و شکارچی وجود داشت در ایران، که یکی از بهترین کتاب ها به نظر من در مورد کل تحول تاریخ ایران، که من بعد از البته تزم اونو تصحیح کردم، همونم باعث آشنایی شد. من دیدم ایشون هم درست
چون علمی بررسی کرده برخلاف روسا به همون نتایجی رسیده که منم رسیدم. من نمیتونستم، من فکر میکنم شاید هیچ ایرانی نتونه این کتابو بنویسه. در این بهشونم گفتم شما در یه مقطع کوتاه عمیق رفتید و من از آغاز تا اصلاحات ارضی شاه رو اومدم و بعد از انقلاب اصلاحات ارضی باعث انقلاب شد، کوچه روسایی ها. بله، اصطلاح ما قبل تاریخی کشور ما قارنشینان زیادی در سرزمین ایران کنونی وجود داشت که زنده یاد ایرج اسکندری در کتاب بی نظیر تا کنون در تاریکی هزاره ها از آنها نام برده است، که من از آن کتاب که آن را تصحیح کرده و به همت دو زنده یاد که پولش را تورج فرازمند داده و اسماعیل پوروالی اونجا تایپ شده به هر حال، و یکی از دوستان وارد شد گفتم که دارم تاریخ ایران، گفت بنویس قبل از هخامنشی رو می نویسم، گفت خیلی ناسیونالیست بود اون موقع، بنویس من جوابشو میدم. وقتی کتابو خوند گفت آقا ایرانی یعنی ایلامی. دقت علمی ایشونه. بله، من چون نمیتونم اسم ببرم. از همه آن ساکنان اولیه غارنشین و شکارچی برخلاف بلوچ ها هیچ اثر زنده ای باقی نموند. برهوی ها ما زنده بلوچ ها هستن از اون دوره. بله، که به قول هنری فیلد از بلوچستان تا خوزستان پراکنده بود. تحقیقات مردم شناسیش اون موقع هنوز ژنتیک کشف نشده بوده، یعنی ژن‌ها را در 1954 این کتاب 39 تموم شده، از روی قیافه شناسی بررسی کرده، رنگ موها و غیره و غیره، موهای صاف سیاه پوستن، یعنی مثل دراویدی ها، نه اینکه مثل آفریقایی ها که مجعد به اصطلاح پیچه به اصطلاح فر هست. ما میگیم آثار غارها تنها از اونا باقی مونده، از اون ساکنین اولیه که چیا داشتن، نقاشی های امگاهن و جنهای اون زنها و مردهای غارنشین الان به صورت ژنتیکی و نه فرهنگی در همه ساکنین ایران ادامه پیدا میکنه. بخار نمیتونه بشه بره آسمون. بله، نژاد آریایی دوران هیتلری هم تیزاب و سلطانی نیست که اون چی که قبل از خودش بوده و بعد از خودش بوده در خودش حل کنه. ما از همه این ژن‌ها قاطی، تصادفا خلوص ژنتیکی باعث دژنراسیون میشه برخلاف حیوانات. برای دادن تصویر کلی از غارنشینان ایران که آنها نیز ساکنان اصلی از آفریقا اومده و بعد ما دیگه خیلی چیز نه، ایران گم شده در تاریکی هزاره ها هستن، چون خط و هیچی وجود نداره. به اطلاع بینندگان گرامی تلویزیون میهن خواهم رسان. پس از ساکنان اولیه از اقوام مهاجر به سرزمین ایران که اولین آنها ایلامی ها در 7000 قبل از میلاد، نگاه کنید به جدول پیر امیه ایلام، یک کتاب 600 صفحه‌ای در قطع وزیریه، و تا سلجوقیان که آخر مهاجرت بزرگ ایلی به ایرانه، ایران و یعنی 2 میلیون خانوار به قول آن لمتون در فصل سومش از آسیای میانه در صلح و صفا، سلجوقیان هر کی هم می اومده میگفتن مراتع ری به شما امکان نداره قضا بده، برید با دشمنان خدا بجنگید، یعنی با بیزانس. خلاصه ترکی بیزانس روم شرقی رو ترک کردن از طریق، یعنی نتیجه جنگ ملازگرد 1071 که رومانوس دیوجانوس اسیر شد
و همین 2 میلیون خانوار یعنی 10 میلیون نفر وارد ترکیه شدن از طریق ایران. من در یک کنفرانسی بهشون گفتم، گفتم ما شما رو ترک کردیم، شما ما رو ترک نکردید. بعد از آسمون که نیومدن ترک‌ها به اینجا. یکی از اون بزرگانشون گفت راست میگه، یعنی فکر کرد گفت راست میگه. به هر حال بنابراین از ایلام بله، پس از ساکنان اولیه از اقوام مهاجر به سرزمین ایران، از اولین آنها که ایلامی ها 7000 قبل از میلاد تا سلجوقیان 1037 میلادی یعنی 415 هجری شمسی تاجگذاری طغرل سلجوقی در نیشابور سخن خواهم گفت که اولین و آخرین مهاجرت قومی به سرزمین ایران کنونی ما می باشد. علاوه بر مهاجرت ها، همچنان که ما ایرانیان برای تأسیس امپراتوری ها به صورت قوم مهاجم در آمده بودیم، اولینش اون تاش نپیرشا همونه که یا اون تاش کال که چقا زنبیل ساخته و سنگ دوتونی حمورابی را از بابل برداشته آورده در شوش کشف شده، کوروش کبیر، الاخر الاخر اشکانیان، ساسانیان، سلجوقیان و حتی آخرینش تا حدودی صفویه. در حال همچنان که ما ایرانیان برای تأسیس امپراتوری به صورت قوم مهاجم در آمده بودیم، ایران نیز مورد هجوم اقوام همسایه نزدیک و دور قرار گرفت. سومر که باعث شده که شهرنشینی برسیم در ایلام، به اصطلاح شهر اوروک سومر، دستشون در نون، اکد، بابل، آسور، اسکندر. آسور باعث انقراض ایلام شده، آسور بانیپال. اسکندر باعث انقراض هخامنشی شده. اعراب مسلمان باعث انقراض ساسانیان شدند. عثمانی ها که در غرب با تا صفوی قاجاریه جنگیدن، دوستم اسمشون آقای دکتر برقعیه، فامیل اون آیت الله برقعی بزرگ واقعا. بله. و از اینها از غرب بوده و از شرق مغول بزرگترینش و امیر تیمور، کورکان، کورکان یعنی داماد، فارسیش کورکان باید باشه، گور نیست، به گور ربط نداره. اون هم الان مجسمه لیلین رو آوردن، ازبک ها مجسمه تیمور رو بردن که رفته در کنار مسکو هم چیز کرده، تاخت و تاس کرده. بنابراین از نظر عقلی هم صلاح تاریخ اونا هم حوادث تاریخی هم، من نه یقه مغول رو میچسبم نه عرب و نه ازبک رو که چرا به ایران حمله کردن، اونا هم حق ندارن یقه شاپور و زل اکتاف رو بچسبن و داریوش و غیره و غیره. اینا رو بایستی عف کرد و به تاریخ سپرد. اینا مرور شامل مرور زمان میشه، باید پیش از 100 سال که میگذره تمومه. بله. تمام مهاجران از ایلام تا سلجوقی به صورت ایلات یا اقوام متحد به ایران آمدند و سپس پروسه ایلامی مثلث همزیست ایل و دهوشهر را طی کردند. در مورد مهاجران گاه آنها ارتش فاتح از مردان به صورت از مردان وارد ایران شدن، مثل اسکندر که 10000 مقدونی رو در شوش جشن میگیره، چون ناراضی شده بودن چرا سربازان و حتی افسران هخامنشی رو استخدام میکنه. اون میدید آدم که در کرسی کوروش نشست دیگه پادشاه مقدونیه نیست، بایستی از اینا برای اینکه اینو تنش رو کم کنه از خانواده اون عمرای ایرانی دختری برای مقدونیا گرفت که بگه برادر زنمه، پدر زنمه، الاخر ساکت کرد. این ازدواج برای این بوده. و در صورت به اصطلاح مغول هم همینطور ازدواج کردن، زناشون رو زیاد نیاورده بودن جز در خانواده سلطنتی اندکی. اونه که در ژن‌های ایگرگ ایرانی ها
حتما ژن مغولم پیدا میشه، مثل ژن سلوکی پیدا میشه، اسکندر آورده و غیر. هیچ هم اشکال نداره. عرب هم پیدا میشه، در مال اونا هم مال ما پیدا میشه. و جالب این که در انگلستان که مغول پاش نرسیده 12% ژن ایگرگ دارن. تحقیقات ژنتیکی بسیار پیشرفته انگلستان. از نظر ساختار سیاسی، یعنی حکومت جز در ایلام که وقتی از صورت ایلی به صورت دهنشین و شهرنشین در آمدن، نهاد شاهی در ایلام، یعنی نهاد دفاع، از دل نهاد روحانیت بیرون اومد. این عکس فضول، این شیشینا که فرستادم آقای بهبهانی عزیز، یا کوتوک این شیشینا ملاحظه خواهید کرد، یه آخوند پشت سرش وایستاده در حالت گنوت دعاش میکنه، اونم زانو زده جلو این شوشیناک. این یعنی حضرت، شوشی یعنی منصوب به شوش، ناک هم نسبته. این اسمش پوزور یا کوتیکه، مثل اسدالله، اینه اون پسفند نبوخت ناظر، اون نبو اومده، نبونید، اون نبو اومده، اسم خدایشون اومده جلو پسفند، به صورت پسفند، چون زبان زبان پسفندیه، مثل ترکیه، زبان ایلامیه، یعنی ترکی مثل اونه. اون موقعی که بود ترکی وجود نداشت. بله، نهاد شاهی یعنی دفاع از در ایلام، از دل نهاد روحانیت بله بیرون اومد، که شاهی نهاد دفاع بود. آخوند مثل اون گل یا سیمان که میذاریم، نهاد ملات چسبندگی جامعه سنتی. شاهان شهرهای شستگانه ایلامی ابتدا به صورت که مادر تباری هم بوده، لاما شاهی یا آخوند شاهی بودن، مورد حمله قرار میگرفتن، آخوندها میتونستن بسیج کنن. اینو من نمیدونستم، اینو از همین کتاب زنده یاد ایرج اسکندری یاد گرفت، که من لاما شاهی، چون ایلامیا خودشون آخونداشون رو لاما میگفتن، یا ملا شاهی بگیم. ایرج اسکندری اونجا مغ شاهان و شمن شاهان اسم برده. البته از همون اسم لاما هم در سه هیرارشی آخوندی رو که میشماره اسم برده. بله، و کتیبه به اصطلاح آشور بانیپال هم قتل عام میکنه ملامه ها رو، آخوند نمیذاره، آخوند ایلامی نمیذاره که اینا مزمحل بشن. بله، چون دین باعث چسبندگی بوده. بنابراین اون 60 تا دولت شهری که در ایلام تشکیل شده بود که پوزور ایلامی اونا رو به هم چسبونده، در واقع که شاهنشاهی رو درست کرده، اونا هر کدوم به مردمان خودشون شاهی میکردن. یعنی ملوک و توایفی خانخانی به فارسی بگیم هر که شاهی بوده، تا اینکه برای دفاع عمومی همون پوزور ایلامی خود را اولین شاهنشاه چهارسوی عالم مینامه. آقای شهمیرزادی هم ایشون رو اولین شاهنشاه جهان نامیده، زنده یاد ایرج اسکندری در همین کتاب. و من هم در تز دکترایم طبعا فدرال سنتی اسم بردیم، چون هر شاه خودش رو اداره میکرد، این شاهنشاه اون شاه رو اداره میکرد، با مردمان اونا کاری نداشت، مردم فقط قوم غالب رو اداره میکرد و از اونا گروگان میگرفت که مالیات بدم و سرباز بدم موقعی که نیازه. بنابراین سیستم فدرال سنتی برای دفاع عمومی و مانع شدن از جنگ داخلی به وجود اومده. عملکردش این بوده، از همین کتاب ایرج اسکندری هم کاملا روشن. تمام این مهاجرت ها و هجوم های بعدی در ابتدا به صورت ایلات گلدار، کوچرو، به سرزمین کنونی ایران آمدن، که بعدها تحت تأثیر الگوی ایلامی در مناطق مساعد از نظر آب و خاک به دهنشینی نیمه ساکن و ساکن میشن
به دهنشینی میرسن و مرکز مبادله دهات به صورت شهرها در میاد که خان نظامی ایل شاه آنجاست و خان نظامی ایل حاکم که زنده یاد به اصطلاح معترض بودن راجع به هخامنشی به صورت شاهنشاه در میآید. من شاه شاهان، شاه فلان، 23 تا شاهی رو میشماره. خودش کجاست؟ ویسبقه از عشیره هخامنشه، تایفه پازارگاده، ایل پارسه، دهگانه پارس. پوزور و ایلامی در 2100 قبل از میلاد، یعنی 4100 سال پیش، اولین بار 60 دولت شهر رو با هم متحد کرد. در ویکی‌پدیای فارسی کوتیک این شوشینک می نویسه، جلوش هم پوزور می نویسه، به خطا 2200 تا 2040 می نویسن، در حالی که درستش 2100. رجوع کنید به ویکی‌پدیای انگلیسی، که این عکس هم من از ویکی‌پدیای انگلیسی برداشتم و اونجا زن و شو که چشماش هم در آوردن جواهر بوده اونو گذاشتن در فارسی و فرانسه. انگلیسی از همهشون بهتره. پس از دادن یک تصویر کلی بنابری و طبعا ناقص نه جزئی و کامل، به نقل این تصویر که دادم، به نقل از کتاب در تاریکی هزاره ها راجع به ساکنان اولیه و غارنشین ایران خواهم خوند که از شکار به همت بانوان، به اهلی کردن حیوانات و دامداری و ایل کوچ رو پشتش و کشت و کار رسیدیم. چرا؟ مرد میرفت یه شکاری رو میکرد، بچهش هم میآورد. زنها در اون محلهای اسکان یا در غارها یا در دهات اینا رو تربیت کردن، بعد به تدریج گیاهان رو اهلی کردن، علاوه بر اینکه حیوانات رو اهلی کردن. ببخشید، به طنز یه خانمی گفت مردا رو هم اهلی کردی. به هر حال نام اولیه کتاب در تاریکی هزاره ها که منم معترض شدم که این اون کتاب مزخرف احسان طبری رو یاد میاره. گفت ولی آقای صدر، این کتاب محتوای کتاب رو نشون میده، روند فروپاشی جامعه بدوی، او فودالیته رو گذاشته احسان طبری، اسم اصلی کتاب اینه، روند فروپاشی جامعه بدوی، یعنی اولیه بدوی، یعنی بیابانگر بدویه، جامعه بدوی و تشکیل نخستین دولت در سرزمین ایران، که به درخواست من به فوروالی که داشتیم چاپ میکردیم گفتم آقای فوروالی خیلی طولانی، گفت آره منم فکر میکنم، به زنگ زدم گفتم، گفت 3 روز به من فرصت بده، فرداش گفت در تاریکی هزاره ها، گفتم ازم بد نیست، گفت هر کدوم خواستید، چون اهل تصرف به حد اقل هستم مگه خطا باشه، در تاریکی هزاره ها هم خیلی قشنگ گذاشت. در این کتاب چند تا اصطلاح وجود داره که حتما عزیز آقای اسکندری تا حدودی اصرار داشت که واژه های فارسی پیدا کنه بذاره، عربی به کار نبره. همبود رو به جای عشیره یا خاندان به کار بود، عشیره رساتر از خاندان، خانوار اونم نمیرسونه. ویس که داریوش هم ویس بقا، یعنی خدایان ویسی من، تایفهی من، پازارگاد احتمال قوی، که مرکب از چند خاندان یا عشیره تایفه میشه. بعد از اون، بعد از همبود رو از ناصر خسرو برداشته، یعنی با همبودم بسیار زیباست، کمونته، عشیره. بزرگتر از اون ویسه که مترادف تایفه است، مرکب از چند نمانا یا خاندان، خانمان همان دیگه، ریشه ها از اونجا میاد، یعنی چند عشیره. بعد از اون زنتوه، زنتو مساوی قبیله است، ایله،
به ترکی، ایل پازارگاد، ایل پارس، تایفه پازارگاد، عشیره هخامنش. بله اون این همون ایل اوغوز، عشیره گنگ، تایفه سلجوق. ببخشید عشیره تایفه گنگ، عشیره سلجوق. دهیو هم در اینجا به کار رفته در معنای سرزمین. داریوش که من کتیبه‌اش رو به دقت خوندم، در یکی از کتیبه‌اش اونو به معنای شهر به کار میبره. اور که در سومری اول اورمیه هم هنوز در ایران، یعنی شهر کنار آب، آسوریه که از اور رو از سومر گرفته. اوروک هم شهر اور کوچک، بله، که خط در اونجا کشف شده در 3200 قبل از میلاد. اور ایلامی رو داریوش بزرگ، داریوش اول، به معنای کشور به کار میبره. اهورا مزدا نیست، داریوش با اهورا به معنای هستی بخش، مز بزرگ، دا دانا، دانای بزرگ هستی بخش کاری نداره. اهورا مزده اه است، تکتیک الفبایی است، الف اول آخرم به قول شارت میفته میمونه اورا، یعنی شهر. مزده یعنی مزد داده و عطا کرده، یعنی خدای کشور بخش که 23 تا کشور رو پشت سرش میشماره، میخواد مشروعیت آسمانی بده. در اینجا کتاب اسکندری رو من با صفحات تختی کردم و توضیحی هست که اون توضیحات رو من نوشتم که چه چیزایی رو به کار بردیم که تا اینکه خواندن کتاب راحت باشه. لاتین نوشتیم، نمیدونم چیزا الاخر داخل گیومه گذاشتیم و غیره. دوم دو صفحه است، صفحه شماری هم نذاشتم. پیش گفتار زنده یاد اسکندری از صفحه 1 تا 7، من اونو خواهم خوند. بعد وارد مقدمه میشه درباره کهن در این ساکنین ایران، مدخل صفحه 10-11، فصل 1 اول، از شکار تا کشت و کار، صفحه 12-19. کشت و کار و دهزیستی در سرزمین ایران 20-31. فصل 3، پیشرفت‌های فنی و اقتصادی در جامعه بدوی اولیه 32-53، که خودش شامل. بعد از این این مقدمه بود، وارد بخش 1 میشه، همبود دودمانی، نخستین شکل سازمانی جامعه بدوی. تا همینجا من فقط بخشی کوتاه از اینو میخونم، پیش گفتار رو، با نقد البته هر جا لازم باشه، چون من دست نبردم و توضیح میدم الان بعضی چیزا. بسیار علمی نوشته، بسیار علمی نوشته، نظیر نداره این کتاب. در ایران آقای دهباشی اینو چندین بار چاپ کرده. یه بارم من در اینجا دیدم، گفتم آقای دهباشی اقلا یه نسخه خودم هم نمیخوام بفرست، من بفرستم به دخترشون خانم شیرین. گفت به من گفته که مثل اینکه در ایران چاپ شد. بعد 3 تا فرستاده بود، هیچ کدومم هم در من نموند، دادم به دوستان. من از همون چیزی که در پاریس هست یه نسخه که خودش به من نوشته، یک نسخه هم اضافه، 60 تا خریدم به دوستان هدیه کردم. بله، اسناد و مدارک کتبی و نیز شواهد باستانشناسی بسیاری نشان می‌دهد که لااقل از نیمه اول هزاره سوم، یعنی 2990 رو تا 2000 هزاره سوم میشید و نیمه دوم هزاره اول و پیش از میلاد، یعنی تا زمان تشکیل دولت سراسری هخامنشی 550 قبل از میلاد کوروش، چندین شهر دولت، دولت‌های منطقه‌ای و سپس یک دولت سراسری، همون پزور ایلامی،
در بخش غربی سرزمین ایران پدید آمدند که عمده ترین آنها به ترتیب تاریخ تشکیل عبارتند از دو نقطه: ایلام، دولت ماد که عمر کوتاهی داره، ایشون خیلی اهمیت میده، 24 سال بیش 64 سال بیشتر نیست، 614 تا 550 که کوروش کبیر منقرض کرد، و دولت هخامنشی 220 سال حکومت کرد. ایلام 2210 سال، طولانی ترین حکومت تاریخ بشریش، گاهن هم تحت سلطه بوده. به طوری که از مدارک مختلط برمی آید طی همین 2000 سال حکومت‌های محلی چندی از قبیل گوتی در آذربایجان بوده از 2200 قبل از میلاد تا 2109 قبل از میلاد، یعنی 91 سال بر بابل حکومت کرد. لولوبی ها در سر پل ذهاب، کاشی ها یا کاسی ها، کاسپیان هم به همون مربوطه، گویا از اونجا رفتن، بله، 500 سال بر بابل حکومت کردن. ایلامی ها از دست اونا گرفتن، همون اون تاشناپیشا در 1300 قبل از میلاد. تاریخ گذشتهمون رو باید بدونیم و الا نمیدونیم، خودمون هم نمیدونیم. اولین شورش اسکندری هم آورده اینجا بر علیه پادشاهان در مانا اتفاق افتاده در طول تاریخ بشری. ایرانی هم شاه کشترین ملت تاریخ است، یعنی از شاه سلطان حسین بگیرید که افغان ها اون موقع زمینه از ایران بودن، به دلیل شیعه گریش شورش کردن، اون گرگین خان وادارشون کرد، شاه سلطان حسین رو کشتن، دو تا پسرش رو نادرشاه رو کشتن، آممد خان کشته شد، ناصرالدین شاه کشته شد، بله، چهار تا شاه آخرم، یعنی محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا شاه هم تبعید در خارج دغمغ شدن، بله، فقط کریم خان زند ملوک و طوایفی، فتلی شاه، آممد خان هم کشته شد، فتلی شاه و مظفرالدین شاه و محمد شاه با مرگ طبیعی مرد. بله، خواستم توهم نداشته باشم. بنابراین بدیهی است که این دولت ها از آسمان نازل نشده و یا به خودی خود از زمین سبز نشدند. دولت مانند هر پدیده اجتماعی دیگر یک مقوله تاریخی است، یعنی حادث است در مقابل قدیم، یعنی بی آغاز، و بنابراین پیدایش آن لزوماً زمانی را مفروض می دارد که دولت وجود نداشته است، یعنی پیش از تشکیل آن حاکمیت و اداره امور جامعه بر مبنای دیگری استوار بوده است. ببینید چه افقی به تاریخ ایران می اندازه. از سوی دیگر چون دولت به مسابقه یک پدیده اجتماعی از درون جامعه نشأت می‌گیرد، ناگزیر تکوین، پیدایش و سازمان یابی آن، من میگم تکامل آن، در مرحله اول معلول روند تحولی و شرایط تاریخی جامعه است که از درون آن بر می‌خیزد، اونم از آسمان نازل نمی‌شود. بنابراین روشن است که تحقیق درباره علل و چگونگی پیدایش نخستین دولت در سرزمین ایران، اسم کتاب، مستلزم بررسی ساختار اقتصادی اجتماعی یه جامعه است که مقدم بر تشکیل دولت وجود داشته است. قیامت کرد انسان. به خودشم گفتم آقای اسکندری، شما بین شازدگی و توده‌ای بودن گیر کردید، شازدگیتون بهتون غلبه کرد. بله، به توده‌ای‌ها بر نخوره، ولی به هر حال باید تا آنجا که اونجوری بود، وقتی کتاب تموم شد یه عطر نیراریچی به خانمم، یه عطر کریستیان دیور به من، یه خودکارم با تواضع داد. بعد از مرگش که پارکر ذکر خیر میکردم، خانمم گفت پارکر طلا بهت داده که این کتابو به قلم رو به طلا میگیرم. ژستش این بود. بله،
باید تا آنجایی که مدارک و شواهد اجازه میدهند سیر تحولی و تکاملی این جامعه بدوی یعنی اولیه و اشکال ویژه تجزیه و انحلال آن و به ویژه عواملی که موجب بروز چنین تغییر کیفی در حاکمیت اجتماعی شدن مورد بررسی قرار داد. و به دیگر سخن لازم است که تاریخ این دوران چندین هزار ساله زندگی بدوی مردمان ایران یعنی اولیه مردمان ایران نه در حالت ایستا بلکه در پویایی آن تحول آن بررسی شود جستجو شود. پدیده جالبی که توجه به آن در این بررسی ضرورت دارد این است که همه این دولت‌ها در بخش‌های غربی کشور ما به وجود آمدند و تاکنون مدرک و قرائنی یعنی طرف خراسان هیچی نیست، از خوزستان پایین میگیره همینجور میره بالا، کاسی، لولوی، مانا، اورارتو، گوتی، همه از آذربایجان یعنی از خوزستان تا آذربایجان همینجور که ردیفی اومدن بعد از ایلام یاد گرفتن. من زیاد توضیح نخواهم داد. پدیده جالبی که توجه به آن در این ضرورت دارد این است که همه این دولت‌ها در بخش غربی کشور ما به وجود آمدند و تاکنون مدرک و قرائنی مبنی بر این که در دیگر مناطق ایران تا تشکیل دولت سراسری هخامنشی دولت شهر دولت‌ها و دولت‌های نظیر ایلام و ماد و حتی حکومت‌های مانند لولوبی، کاشی، مانا، سکایی، گوتی و غیره پدید شده به دست نیامده است. گوتی را یادش رفته، لیست پادشاهان گوتی 15 نفرش در لیست بابله، چیزای بابلیه. بله. در موزه بریتیش میوزیم هم اونجا گذاشتن. تردیدی نیست که مجاورت بخش غربی ایران با بین النهرین و در کنار همسایگانی که دارای تمدن‌های پیشرفته مانند سومر و اکد و بابل و آشور و نیز اورارتو در شمال غربی بودن بخشی در ترکیه امروز قرار داشت. بخش آذربایجان غربی هم جزو اورارتو حساب میشه. آقای رشید برنات کتابی را از یک روس ترجمه کرد به فارسی. در قوام و سازمانیابی این دولت‌ها بی تأثیر نبودند. ولی مجاورت با دولت‌های متمدن‌تر به خودی خود نمی‌تواند برای توضیح این پدیده کفایت کند. به درستی میگه. چنان که در مورد بسیاری دیگر از اقوام ساکن مناطق غربی ایران هم همین همسایگی و درآمیختگی نتوانسته است نتایج یکسانی به بار بیاورد. ایلام از همه بهتر گرفته. بنابراین یکی از مسائلی که تحقیق ما باید در روشن ساختن آن بکوشد عبارت از درجه تأثیر تمدن همسایه در روند پیدایش و تسریع شکلگیری این نخستین دولت‌ها و سازمانیابی آن در سرزمین ایران است. کاوش‌هایی که به ویژه طی نیم قرن اخیر در فلات ایران و مناطق مجاور آن از جمله در بین النهرین، آسیای میانه، ترکمنستان و غیره و افغانستان انجام شده است نه تنها اطلاعات پرارزشی را از دوران نخستین سکونت انسان در سرزمین ایران و کشورهای مجاور آن در دسترس محققان قرار داده، بلکه وجود تمدن‌های درخشانی را از هزاره پنجم پیش از میلاد یعنی 9000 سال پیش تا زمانی که دوران تاریخی نامیده می‌شوند شاه خط نوشت آشکار ساخته است. با اینکه کاوش‌های باستان‌شناسی هنوز در همه نقاط ایران انجام نگرفته و برخی بخشی هاشون هم در جمهوری اسلامی شدیداً دزدیده شدند و برخی من اضافه کردم و برخی از آنها که انجام شده ناقص است، معذالک میتوان بر پایه آثار مکشوفه یعنی کشف شده تا حد معینی به وضع اقتصادی و اجتماعی مردمی که در این ادوار ابتدایی در سرزمین کشور ما زندگی میکردند پی برد. میبینید چقدر دقیقه از نظر علمی. قرائن و شواهد بسیاری از جمله کشفیات اخیر تپه یحیی در جنوب کرمان نماینگر آن است که هنوز مراکز فرهنگی دیگری لااقل در حدود آنچه تا کنون کشف شده زیر خاک این کشور مدفون است.
کاوش های آینده به ویژه در شمال، شمال غربی، شرق، جنوب شرقی یعنی سیستان و بلوچستان و جنوب ایران محققا مصالح علمی به مراتب کاملتری را برای بررسی مسائلی که در این نوشته مطرح می شود فراهم خواهند ساخت. ایرج اسکندری دیگه لازمه که روسی و آلمانی و فرانسه و انگلیسی و عربی و خوب بدونه. بنابراین روشن است که در نوشتن این کتاب ارجاع شده. بنابراین روشن است که در شرایط کنونی انجام هر تحقیقی درباره این مسائل ناگزیر ناقص است و نمیتواند آری از یک سلسله نتیجه گیری های کلی، فرضیات و برداشت های گمانی باشد. واقعا عالیه. کسانی که روحیه علمی دارن میبینن که چقدر دقیق نوشته. اشتباه مرجوعه، یعنی بر پایه آثاری که تاکنون به دست آمده است این نکته مسلم میگردد که مردم این سرزمین با کوشش مستمر و مبارزه خستگی ناپذیر که مستلزم زیست در محیط اقلیمی سخت و نامساعد ایران بوده نه تنها توانسته است بر یک سلسله دشواری های طبیعی فائق آیند، بلکه توفیق یافتند واقعیت طبیعی موجود را نیز تا حدی که با وسایل ابتدایی هزاره های پیش از تاریخ مقدور بوده به سود زندگی خیش تغییر دهند. این امتزاج نیازمندی های زندگی با محیط زیست ویژه ایران در عمل به صورت شیوه های زیستی بازتاب یافته است که اگر آن را صرفاً از لحاظ شرایط زندگی مردم صرف نظر از اشکال اقتصادی اجتماعی و سیر تحولی آنها در ادوار مختلف مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که انسان ساکن سرزمین کشور ما در همون غارها و غیره و در این تپه ها پس از گذار از یک دوران طولانی شکار و ماهیگیری و استفاده فرعی از میوه و گیاه، یعنی اتفاقا از طبیعت می‌خورده، در اواخر عصر سنگ میانه یعنی مزولیت و اوایل دوران سنگ نو یعنی نئولیت به اهلی کردن دام و زندگی اسکان یافته زراعتی دست یافته و زندگی خود را به طور عمده بر پایه همبودی های کشاورزی و دامداری استوار ساخته است. شایان تذکر است که تمدن های شهری درخشانی نظیر آنچه بین نهرین، شوش، ایلام، حوزه کوهستانی سند و وادی نیل ببخشید در هزاره سوم پیش از میلاد به ظهور رسیده، همه از انواع همین همبودهای دهکده‌ای برخواستند. این یعنی از ایلی شکار کشتکار اومده می. این واقعیت به خودی خود نمایندگر آن است که تحولات درونی همبودهای کشاورزی و شرایط تاریخی لااقل در اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد آنچنان شرایط و تضادهای اجتماعی را به وجود آورده که در برخی از نواحی غربی ایران موجبات فروپاشی به انحلال نظام بدوی جامعه یعنی کمون اولیه را فراهم ساخته و تشکیل شهر دولت ها و سپس دولت منطقی و سراسری همون شاهنشاهی را ایجاب نموده است. من اضافه کردم. بنابراین مسلم است که بررسی چگونگی این تحولات در درون همبودهای کشاورزی، علل اقتصادی و سیاسی بروز تحولات مزبور، شیوه انحلال و گذار جامعه به ساختار دیگر اجتماعی برای درک درست چگونگی پیدایش نخستین دولت در سرزمین ایران دارای اهمیت بسزایی است. پوشیده نیست که اقدام به چنین بررسی‌های ناگزیر ما را به دوران‌های باز هم دورتر یا به دیگر سخن به ابتدایی ترین سازمان‌های همبرود کشاورزی می‌کشاند و گاه ما را به وادار می‌کند که از اوضاع اجتماعی معلول دوران معینی به عقب برگشته و بر پایه قیاس علمی نسبت به دوران‌های پیش از آن نتیجه گیری کنیم، چون سند که وجود نداره. ما کوشیده این تحقیق کنونی را بر پایه هر دو شیوه مذکور قرار دهیم، یعنی روش بررسیشو میگه، یعنی نتیجه گیری از اسناد و مدارک موجود از یک سو و استفاده از قیاس گهگرایی، برگشت از اوضاع و احوال موجود به گذشته از سوی دیگر،
به نظر نگارنده چنین بررسی نه تنها از لحاظ شناخت جامعه ما قبل تاریخ و آغاز دوران تاریخ ایران اهمیت دارد، بلکه میتواند به دریافت علل بسیاری از پدیده‌های اجتماعی که سنتوار در سراسر تاریخ پرفراز و نشیب کشور ما به جای ماندن کمک کند. بسیاری از مسائل مربوط به این بررسی ها از لحاظ جامعه شناسی عمومی و شناخت دقیق‌تر تحولات ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه بشری در مجموع خود و ارتقاء قانونمند هر کدام از آنها به مدارج عالی‌تر نیست شایان توجه است. مثلا شایسته دقت است که چرا سهم‌بودهای دهکده ای ایران در سیر تحولی خود با آن شکلی از مالکیت که در یونان و روم کلاسیک به وجود آمده و زمینه را برای تعمیم و تفوق نظام بردهداری در تولید آماده نموده است نرسید، و اصولا چه عواملی باعث شدند که جامعه طبقاتی ایران که تشکیل دولت نمونه بارز آن است حتی در دوران قوام دولت‌های سراسری بزرگ چون دولت‌های هخامنشی و اشکانی و ساسانی بر پایه شیوه تولید نظیر سیستم جامعه بردهداری یونان و روم باستان استوار نگشته است؟ اگر چنین باشد و چنین هم هست، آنگاه بدون این سوال مطرح می شود که در ایران دولت بر پایه چه عوامل و تناقضاتی به وجود آمده و تکامل یافته؟ بار اساسی استثمار در این جامعه به طور عمده بر دوش کدام طبقه یا طبقات قرار داشته و بهره کشی انسان از انسان دیگر به چه صورتی و تحت چه اشکالی اعمال می شده است؟ دشمندی درون جامعه و تشکیل طبقات اجتماعی و لذا خود دولت چگونه انجام یافته است؟ آیا پیدایش اختلاف در دارایی ها به شکل طبقات انجام میده یا امتیازات ناشی از وظایف عمومی رفته رفته موجب اختلاف در دارایی ها و تفکیک طبقات گردیده؟ و بسیار مسائل اجتماعی و تاریخی دیگر که از این قبیل که هم در برای تشخیص شیوه ویژه نخستین جامعه طبقاتی ایران و به طور کلی جامعه ایران در طول تاریخ طولانی خیش و هم برای جامعه شناسی عمومی روشن کننده است. بسیار سپاسگزارم. تا همینجا ممنونم. شب و روز عزیزان به خیر باد.